کتاب فریدون سه پسر داشت نوشته عباس معروفی تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بو, آبای بو مامان با انگشت هاش چهار را نشان داد پدر خندید و گفت شاهنامه رو میگویم بانو حالا ساکت باش دارم بی بی سی گوش میکنم و صدای غارغار غار و خشخش رادیو میپیچید صدای پارازیت ها و صدای تفسیر های پدر که بعد از شنیدن هر خبر تا آخر شب موضوع را میکشاند به کمپانی بی اف گودریچ دلم تنگ است برای دوچرخم که گوشه حیات ماند و معلوم نشد آخر کلید زنجیرش را کجا گم کردم اگر زیر باران زنگ نزده باشد دوچرخه نازنی نیست. هرکولس بود. هرکولس انگلیسی. من میدانم که یک روز بر می گردم. دو را از دار بسته چفته مو باز می کنم. ها می زنم می در بند و بعد در سرازیریان خیابان پیچا پیچ آواز میخوانم خانم. بیان که پا بزنم من منی که سالهاست هاست نهال سخنرانی داشتم نه اعلامیه ای نوشتم و نه سر کاری رفتم به جای همه این چیزها فقط از اینان ایراد گرفتم میدانی برادر کاری نمی شود کرد واقعا کاری نمی شود کرد شانزده سال از انقلاب گذشته و کاری هنوز از دست من بر نیامده است از سازمان که زدم بیرون یک اعلامیه دادم و شدم منفرد همین آقای شاعر عینک تهستکانی مرا به بنبستی کشاند که, که راهی جز این نداشتم زمانی بود که دلم میخواست برای سازمان جاسویچی بزنیم و پخش کنیم بین ملت دلم میخواست هر کس چه مخالف چه موافق یک جاسویچی سازمان به دست کلیدش آویزان باشد چیزی به اندازه سکه پنج مارکی که ستاره سرخی وسطش بدرخشد و چشمها را خیره کند من به تبلیغات ایمان دارم از بچگی فهمیدم که مهم است اولین باری که آگهی بیف اف از تلویزیون پخش شد من فکر می کنم کلاس هشتم بودم پدر می گفت رکلام روز بعد وقتی وارد مدرسه شدم بچه ها دورم حلقه زدند و هاج و واج نگاهم کردند گفتم دیدید بچه ها یک مرد جوان خوشتی با دستکش قرمز مارکدار چهار تا لاستیک ماشینش را باز می کند و پرت می کند آن طرف چهار تا لاستیک نوع مارک برجسته می بندد به چرخهاش دست کشهاش را در می آورد می توی صندوق عقب می رود پشت فرمان ماشین دو جمشکیش می نشیند یک نگاه به جاده یک نگاه به دوربین و خدا حافظ برای بیننده ها می زند بالا گاز را می گیرد و میرود بعد یک دختر مینی پوش از راه می رسد و می بیند تنها ماشین محل رفته است. خیلی حیف شد. از قیافش معلوم است که خیلی حیف شد. آن وقت مردی با صدای رادیوفونیک می گوید با بی اف گودریچ تنها سفر کنید. اما داستان هنوز ادامه دارد. کابوی تنهای نیمه شب که دختر را از آینه ماشین دیده ترمز می کند. دنده عقب برمیگردد و جلوی پای دختر میستد دختر سوار می شود و ماشین در گرد و خاک دور می شود گفتم پسر شاگرد بابام است و به همه همکلاسی هام یک جاسویچی نشانه برجسته دادم که بروند خوش باشند ناصر چشمکی زد دخترم که لاباد اولین باری که آگهی کمپانی پدر از تلویزیون پخش شد پدر عکاس خبر کرده بود که تمام روز بیاندازد در حالت رسیدگی به امور با پسرهاش که با لباس نو پوشیده بودند در حالت حرف زدن به کارکنان ارشد نشسته در حالت نوشتن ایستاده با سیگار بی سیگار لحظه ها عکس میشد و پدر خوشحال بود هر کس از دم کمپانی رد میشد تو که پای می آمد تو پدر خندان چیزی میپراند و آن لحظه عکس میشد میرزا محمود دالاندار گفت آقا آقای امانی خدا عمر و عزتت رو زیاد کنه دیشب که خانه دخترمان بودیم همه چیز را دیدیم آخر دامادمان تلویزیون خریده و جوری به پدر نگاه می کرد و با تمام صورت خندید که یعنی ما پشم شما هم نیستیم پدر گفت مجید یه جاسویچی و یه جفت دستکش بده به میرز محمود و من بهش دادم پدر گفت راستی میرزا محمود این روزا حواست تو بیشتر جمع کن قفل و زنجیر اساسی بنداز به درای دالان این رکلام ما ممکنه کار دستمان بده چشم و نظر که میدانی میرزا محمود جاسویچی و دست کش را از روی پیشخان برداشت نگاهی مهرامیز به پدر انداخت آقا آقای امانی هر شب تمام این سراخ تنبه رو وارسی میکنم یک زنجیر پیدا کردم به این کلوفتی که میندازمش به دروازه اصلی خدا عزتت بده آقا هر شب اسفن دود میکنی پدر که سرش به حساب و کتاب بود گفت مواظب باش جایی را آتیش نزنی چه میدانست که سالها بعد چنان آتشی به جان لاستیکهاش میافتد که دودش همه شهر را میگیرد چه میدانست که این دود چشمهاش را کور میکند و بلایی به سر خاندانش میآورد که هر کس به گوشهای پرتاب میشود چه میدانست فقط چیزی میگفت که چیزی گفته باشد میرزا محمود با همان لبخند از در حجر بیرون رفت من سالها بعد او را در زمستانی سخت دیدم که دست برزنتی قرمز دستش کرده بود و برفهای حیات کاروان سرا را با فرغون بیرون می برد. گاهی دست کش را در می آورد. دستش را جلوی دهنش می گرفت. ها می کرد و باز دست کش را به دستهاش می کشید و راه می افتاد. با بینی تیر کشیده قد بلند و تکیده که از شانه کمی خمیده بود و آن ساله که بنفش زیر چشم راست که تا پایین گونه ادامه داشت گفت آقای امانی زیاد گرم نیست اما با دوام است گفتم جنس آمریکا حرف ندارد گفت خدا عمر عزت آقا را زیاد کند راستی چی شد هیچ وقت به سرافت نیفتادم بپرسم این میرزا محمود دالاندار چی شد زنده است مرده کجاست در این پانزده شانزده سال هیچ وقت یادم نبوده که بپرسم آقای امانی تا پای جان در کنارتان ایستادم پدر گفت همه جا تا پای جان کنارتان ایستادم اما اگر به جرم سیاسی دستگیر شدید یک قدم هم بر نمی دارم. من نیستم. ایرج بی صدا پا شد و از اتاق بیرون رفت. مامان گفت تو هم هر وقت این میاد بالا یه چیزی بپرون پسره میره دانشگاه به جای اینکه باهاش حرف بزنی به درد دلش گوش کنی یا اصلا ببینی حرف حسابش چیه مدام داری بهش زخم زبون میزنی. نمیتونی جلو دهنتو بگیری؟ من آبرو دارم بانو این بچه کرم سیاسی داره کرم سیاسی رو باید قبل از وقوع حادثه کشت و پیش از آنکه پدر فرصت کشتن کرم سیاسی ایرج را پیدا کند بچه ها بزرگ می شدند قد می کشیدند, اظهار نظر میکردند و ایرج به خاطر یک تئاتر دانشگاهی به زندان افتاده بود اما هیچ کس نمی خواست جلوی زندانی شدنش را بگیرد او به زندان می رفت و سرنوشت آینده ما رقم می خورد. به مرور زمان تحت تأثیر شخصیت برادر بزرگمان سیاسی شدیم. به امیر گفتم فکر می کنی همه چیز با چی شروع شد؟ یعنی چی مرتی که؟ یعنی اینکه چرا به این روز افتادیم؟ خودمون گوه بودیم. گوه. یعنی از کی؟ از کی مقصود؟ از کی گوه بودیم از اول مجید از اول گوه بودیم خودمونم به خریت میزدیم من فکر میکنم اولش درست بود بعدها حرفم را برید لابد باباتم باورش شده بود که گذاشت بچهشو بذارن سینه دیوار از همون وقت و یادم آمد که پدر میگفت اگه میخواهید وارد دانشگاه بشید که یک راست سر از زندان در بیارید لازم نیست درس بخونید بیاید کمپانی بی اف جیج. شاید همه چیز برمیگشت به کینه ای که از اسد در دلم چنبره زده بود به خاطر یک دور بازی شطرنج گفتم کیش و تا آمدم چایم را بخورم یکی از مهرهاام را زیر چلکی خورده بود میز را با مهرهاش برگرداندم و داد کشیدم چرا اسبم و کش رفتی عوضی یک کشیده آمد توی صورتم خفش و مرتی که وقتی بازی بلد نیستی گم شو و دست در اتاق را نشانم داد و به سعید گفت بیا آقا سعید بیا که میخوام ماتت کنم آقا مجید که بازی سرش نمیشه بیا ببینیم چی بلتی یا نه شاید زندگی را که تو یک نواخت اینجوری ویرانم کرده بود شاید جنگ اینجورمان کرد شاید تبعید چه میدانم من سیاسی کار بودم و مثل خیلی از سیاسی کارهای آلمانی یک کتاب توی توالتم داشتم و نمیدانم صفحه چند بودم که هرچه می خواندم نمی فهمیدم. حرف و کلمات را می دیدم. دنبال می کردم. حتی با صدای بلند می خاندم. اما حواسم جای دیگری بود. حواسم به اسد بود. شاید به انسی که از بچگی بهش میگفتیم انسی برفی شاید هم به مبلیران ورشکسته همیشه یک جای کار میلنگید و مثل تار انکبوت واقعیت داشت اما هر وقت بهش فکر میکنم این سوال برایم پیش میآید که آن انکبوت چه جور از این سر دیوار رفته آن سر دیوار بال که ندارد از تار دوم مسئله حل است اما اولی را چه میتند؟ ناصر گفت و به انکبوت نگاه کن امیر کمونیست گفت زر نزن بابا کره مریخ هم فت شد این مرتیکه الدنگ هنوز توی اون قران گیر کرده البته کمی هم حق داشت ناصر دوست جانجانی من اشکالش این بود که مذهبی بود من ندیده بودم نماز بخواند هیچ وقت هیچ وقت فقط کمی اخلاق گرا بود مثلا وقتی میرفت حمام غسل می کرد امیر کمونیست هم بدش می آمد و یک فحش آبدار می به خیکش ناصر می گفت مرتی که انیمال مگه با غسل من آبجی تو گاییده میشه حتی زنش افت هم تحت تأثیر این اخلاق گرایی ته ذهنش مذهبی بود اروپا هم درستش نکرد که نکرد با آن اندام توپره قشنگ موهای تابدار سیاه و بوی عطر که از ته حلقش بیرون میزد موقع همخوابگی تمام مدت گریه میکرد میلرزید و گریه میکرد بهش گفتم تو مذهبی هستی میگفت نه اما بود و من دورش را خط کشیدم خدکش را میگذاشتم روی کاغذ ولای دستهای فهیمه تمام ورقهای امتحانی را خطکشی میکردم خودم را میمالیدم بهش و داغ میشدم و تا آمدم فرصت مناسبی پیدا کنم پدر حق ما را خورده بود و مامان زیر پای فهیمه را جارو کرده بود حواسش به بقیه بود که وقتی نگاهش نمیکنند در اوج هیجانات روحی توفی به کفشش بزند و بمالد و دنیا را سیاحت کند اینجوری آرامش پیدا می کرد و با تکان دادن سر جوری می رفت توی بحر دیگران که یعنی ای گوسفندهای های بیچوپان ای رمه های سرگردان چهره را خوب به خاطر بسپارید به قول فروغ همیشه پیش از آنکه که فکر کنی اتفاق می افتد. یا به قول شاملو من درد در رگانم حسرت در استخوانم چیزی نزیر آتش در جانم پیچید کمی هم برگردم عقبتر باز هم نیما روشنتر از دیگران حرف زده است من با قایقم نشسته به خشکی فریاد میزنم فریاد میزنم یک دست بی صداست آره چهرم را خوب به خاطر بسپارید که تا فردا تکلیفم با خلق قهرمان ایران روشن میشود آقای توبیاس واگنر دنبال عدد بعد از هفت می گردد. چیفتن زندگیاش را در گذشته جست جو می کند. امیر کمونیست که سالهاست جزء جزو تلاشگران دموکراسی بود. دیگر بریده و اجالتا تاجر فرش است. اما من به وطنم بر می گردم. هر خفتی را تحمل می کنم تا بتوانم به مملکتم بروم. کمی بمانم دوباره برگردم. باز بروم. هی برو، هی بیا، از اسد بپرس، هی hey, اسد، جوانی یادت هست؟ یادت هست کشیده ای که دوی گوشم خواباندی؟ نه، نه، زیاد نه، چطور؟ موهات یواش، یواش، سفید شده برادر، تو چرا اینجوری شدی مجید؟ چه بلایی سر خودت تو وردی؟ ای لعنت بر این بیکاری، آدم را پوک می کند، بیغیرت می کند. محو میکند می کند. و به محفظه شیشه‌ای پرتاب می کند که نمیفهمی هویت اجتماعی نداری. این آلمانی ها راهش را خوب یاد گرفتند همه چیز بهت می دهند جز هویت اجتماعی اگر به جای کار سیاسی رفته بودم دنبال نویسندگی الان چهل تا کتاب نوشته بودم راه به راه می رفتم سخنرانی درباره شیخ پشمدین شیرازی یا قرمدنگ اسمهانی یا قرمپف پف همدانی گاهی هم داستانی میخواندم که سر حضار گرم شود واقعا که شایسته یک مشت عوضی ناکس میدان را گرفته اند و تو جز نگاه کردن کاری از دستت بر نمی آید. به یکیشان گفتم تو جاسوسی که اجازه دادن بیایی اروپا سخنرانی کنی وگرنه چرا من باید اینجا بپوسم و تو که هنوز از گرد راه نرسیده ای هریبون داشته باشی چرا چرا تو دعوت میشوی و من نه یک مشت از خود رازی بلا نسبت گوه که فقط از خودشان حرف میزنند و ما سنگ زیرین آسیاب فقط زج کشیده ایم و قربانی داده ایم هنوز هم که هنوز است این ماییم که دندانهای رژیم را میکشیم من به سهم خودم نمیگذرم برای همین چند روز پیش در یک حرکت تند سیاسی شرکت کردم و امضای خودم را زیر بیانیه گذاشتم که هفته چهره مهم سیاسی دیگر آن را امضا کرده بودند. امیر کمونیست موافق نبود ولی من که بر اساس میل دیگران تصمیم نمی گیرم عمر و جوانیانم را گذاشتم بالای این کار و حالا به نقطه ای رسیدم که می گویم من به سهم خودم گذشت نمی کنم برادرم را بغل می زنم و زامن را می کشم بعدش هر چه شد شد بگذار توی تاریخ بنویسند که برادری به خاطر عقیدش برادرش را کشت از دیوار پول گرفتم و یک کارت تلفن خریدم الو منم شیدا برفابی از آلمان زنگ میزنم وله میشنوم انار من چی شد کی میرسید تهران قلبم شروع کرد به جفتک زدن عجب هیجان قشنگی کی میرسم حتی وقتی پرستار به سراغت میآید و صدات می کند سرت را بیانداز پایین و برو به اناری فکر کن که وقتی به دیوار می کوبیش دانهای درخشانش جرق زنان پخش می شود کسی که هدف دارد خودش را به بیراه سرگرم نمی کند من همیشه هدف داشتم برنامه زندگیم را طوری چیده بودم که مثل آلکوس پاناگولیس و آنهای دیگر وقتی به وطن برمیگردم در استادیوم صد هزار نفری آزادی کنسرت بازگشت از تبعید بگذاریم ما برای بچه های سازمان دست همدیگر را میگیریم و یک دور در زمین بازی میچرخیم و بعد برویم برنامه مملکت را ردیف کنیم من فکر میکردم وقتی برگشتیم باید به این شعار مردم جامعه عمل بپوشانیم که به هر تیر چراغ برق یا درختی یکی از این آخوندها را آویزان کنیم تا بقیه عبرت بگیرند و بدانند که نباید بچه های انقلاب را سینه دیوار پرپر کنند یا به آوارگی بکشند دلم میخواست دست کلیدهای مردم ایران به جا نشان برجسته ستاری سرخ آویخته باشد حتی به این بچه ها خودکارهای پخش کنیم که یک ستاره آن بالا برق بزند و بچه ها از مدرسه مبارزه را یاد بگیرند. روزهایی که به کارگاه می روم همه چیز فرق دارد. من که حال خودم را می فهمم وقتی قلم مو را در رنگ می زنم و می مالم روی مقوا یا وقتی چوب ساب را می گذارم گوشه تیز چوب تصویرهای انقلاب در ذهنم روشن می شود. بوی چوب مستم می کند. بوی رنگ روغن، بوی فلز رنگ خورده، و بوی عرق تن که نمیدانم از کجا می پیچد توی دماغم و بوی دود دودی که از کله شهر سوخته به آسمان میرفت خون هیجان در رکام می دواند که شقیق را به تپیدن وامی داشت چراغی سرخ در شبهای دودآلود خاطراتم شولور می شد الله اکبر با اینکه اصلا اعتقاد نداشتم زیر لب گفتم الله اکبر صدای تیراندازی پیچید و محو شد لحظه ای ایستادم و دوباره به دویدن ادامه دادم هوا سرد بود اما من تب داشتم پیشانیم از گرما می سوخت نمی توانستم جلوی هیجانم را بگیرم در بیم و امید می دویدم که به موقع برسم به انبار کمپانی بیف گودریچ سر راه هم می بایست ناصر را صدا می کردم نزدیک خانه اش که رسیدم برق خیابان ها رفت صدای تیراندازی همچنان ادامه داشت ترس و هیجان امانم را بریده بود و من هر چه نمیرسیدم، پاهام را بلند می کردم فکر می کردم گذاشتم روی زمین و وقتی پا بر زمین می گذاشتم خیال می کردم هنوز نگذشتم دیگر به فرمانم نبود روبروی ساختمان مرکز کامپیوتر بودم بالای میدان 25 شهریور داشتم تابلو را می که انگار در خواب از بلندی سقوط میکنم ته دلم فرو ریخت و زیر پاهام خالی شد نمیدانم چرا افتادم توی آن گودالی که برای ایجاد ترمینال تلفن کنده بودند با کف پاها رفته بودم و زانوهام یک بار خمیده بود نفس نفس میزدم و داشتم به این فکر میکردم که حالا چجوری از این گودال بیرون بروم این شعر حمید مصدق در ذهنم تکرار می شد تو اگر بنشینی من اگر بنشینم چه کسی برخیزد فاصله زیاد بود و دستم را نمی به جایی بند کنم صدای رگبار و چند تک تیر پیچید و با صدای هیاهو در دل شب گم شد ماشینی ترتر کنن گذشت بعد صدای قهقهی شنیدم که خیلی بیمعنا بود انگار کسی به سرنوشت مسخره من میخندید. چند بار تلاش کردم که خودم را از گودال نجات دهم اما نشد دور خیز کردم و خودم را کشاندم بالا دستم در خاک فرو رفت و با خاک فرو رفتم گوشه گودال سیگاری گیراندم و منتظر ماندم دلم نمیخواست دیر برسم دلم نمیخواست ایرج خیال کند که ترسیدم یا شانه خالی کردم. به بچه های سازمان هم باید خبر میدادم که افتادم توی چاله. اگر گیر سربازهای حکومت نظامی میافتادم باید شب را توی پاسگاه میماندم و دلایلی میآوردم که آنها باور کنند و پدر گفته بود اگر در حکومت نظامی بیرون ماندید بمانید من نیستم اما پدر نمیدانست که شبها پیش از ساعت حکومت نظامی خود را به کمپانیش میرسانیم و از آن دستگاه فتوکپی بزرگ اعلامیه میکشیم ایرج یک شب دست کلید پدر را کش رفته بود و از همه کلیدها شکی ساخته بود و ما چهار برادر قرار گذاشته بودیم که آنچه میتوانیم اعلامیه تکثیر کنیم و بدهیم موتورسوارها ببرند در دانشگاه تهران پخش کنند. تنها مشکلمان میرزا محمود دالاندار بود که وقتی ایرج بهش گفت نباید صداش را در بیاورد گفت ایرج خان من سی و سه سال است که با آقا حساب پشت و پسله ندارم مگر اینکه از روی نش من رد بشید. ایرج گفت مملکت دارد انقلاب می شود میرزا محمود ما که نمیگذاریم پدر مادام العمر کار کند بازنشستهش می کنیم. و در واقع ما برادرها اینجا را اداره می کنیم. باید با هم کنار بیاییم. فعلا این را بگیر شطر دیدی ندیدی و چند اسکناس صد تومانی لوله کرد و در جیب سینه کتش گذاشت. میرزا محمود هاج و واج نگاه می کرد. بهش گفتم اگه صدات در بیاد کاری باهات می کنم که هفت تا میرزا محمود دیگه از بغلت بزنن بیرون. اسد تند خودش را رساند به او و گفت بعد این دالان را با همه میرزا معموداش منفجر میکنیم اما اگر با ما کنار بیای هم اجر اخروی داری هم اجر دنیوی سعید گفت فکر کرده ای ما میخواهیم اینجا دزدی کنیم نه برادر ما میخواهیم اعلامیه صادر کنیم وقتی هم به قدرت برسیم خائنین را با تمام خانداناش اعدام انقلابی میکنیم گفتم خلاصه گوشات رو باز کن رفی. میرزا محمود یک بار زد زیر گریه و به طرف ایرج دوید. ایرج خان، ایرج خان، الهی من به قربان آن مهربانی و آقاییت بروم. من چیزی از شما نمیخوام فقط گریهش را بلند کرد و چند بار به پیشانیش کوبید. ایرج او را بغل زد صورتش را بوسید و به ما توپید اولین بار بود که ایرج پا بر زمین میکوبید و سر ما فریاد میزد گفت خجالت بکشید شما که دم از خلق و امت و ملت میزنید با این پیرمرد اینجور برخورد میکنید شما میخواهید این مملکت رو اداره کنید خجالت بکشید اصلا لازم نیست اعلامیه کپی کنی و بعد که میرزا محمود دید اوضاع دارد خراب میشود خودش را جمع و جور کرد و با یک نگاه به ما یک نگاه به ایرج گفت نه آقا منم دلم میخواد این ظلم ریشه کم بشه. به خدا منم با شما همراهی میکنم. اما نکند یک وقت آقا بویی ببرد که من با آن بودم. میگویم نکند یک وقت اتفاقی بیفتد و آقا معاخزم کنه. نه آقا جان قربان همه تان بروم. بفرمایید هر کاری میخواهید بکنید. اگر کاری از من ساخته است بگویید. و هر شب راه به راه برای ما چایی می آورد. یک قوری بزرگ با لیوانهای تمیز. عبدالناصر زخم معده داشت و میرزا محمود براش نان و مربای هویج می آورد یا کوکوی سیب زمینی که تا ناصر می آمد به جنبت ما برادرها یک لقمه چپش می کردیم. میرزا محمود می گفت آقا جان آقا جان شما ها که زخم معده ندارید بذارید این لاغر مردنی بخوره اگر میخواید خب بگید بیارم بیار شبها اعلامیه چاپ می کردیم بسته بندی شده تحویل میرزا محمود می دادیم که روز بعد هر کس اسم شب را گفت به تواند بسته اش را بگیرد و برود و انتخاب اسم شب خاطر انگیز ترین قسمت کار بود میرزا محمود برای ما چای می ریخ و چشم می دوخت تا ببیند از بازی کلمات به چه نتیجه ای می رسیم و اسم شب تجربه ای بود که ایرج از زندان آموخته بود میرزا محمود گفت اگه کسی اسم شب رو سر و ته گفت چی؟ بسته رو بدن؟ ایرج خندید و گفت بده آقا بده فقط یادت باشه اگه یکیشون گیر افتاد یا کار بالا گرفت هاشا کن یک شب اسم شب را گذاشتیم مجید به گودال افتاد من هنوز در گودال بودم که ناگا صدای پای رهگذری را شنیدم صدا زدم آهای آهای مردی شال گردنش را روی صورتش پیچیده بود و تون میگذشت سرک کشیدم و داد زدم. آهای آقا به من کمک کنید. یک ایستاد و با صدای نخراشیده ای گفت. داریم انقلاب میکنیم که گداگشته گشنه نشته باشیم. چه کمکی آقا؟ ناصر نتوانست جلوی خندهاش را بگیرد. شال گردنش را پس زد و قهقه قه را ول کرد. گفتم خاک بر سرت عبد الناصر. گفت مردم ریختن تو خیابون دارن انقلاب میکنن تو مثل خر وارفته توی گودا تو مگه کوری اولاق که این همه علامت و پرچم و تابلو رو نمیبینی توی تمام خیابونا یه گودال است که تو صاف افتادی توی همون گودال و پیچ و تاب میخورد و نمیتوانست جلوی قهقهش را بگیرد بعد زانو زد روی خاک تپه رفته بودم سیگار بگیرم از دم مغازه که رد شدی دیدمت تند آمدم بیرون دیدم رفتی رفتی بعد برق رفت یک دیدم تو نیستی مجید تو محشری و بعد بلند شد قهقه زد شکمش را جلو داد و گفت سر اینو بگی بیا بالا عصبانی بودم گفتم مرا از اینجا بیاور بیرون بعد که بیرون آمدم ناصر گفت یک نفر میفته توی چاه داد میزنه آهای به من کمک کنید مولا نصرالدین داشت رد میشد یه سکه میندازه تو چاه و باز قهقه زد دوباره صداش را نخراشیده کرد بریم انقلاب میکنیم که گدا اشته باشیم چه کمکی آقا گفتم خاک بر سرت از وقتی من افتادم داری این دوروبر میچرخی و به من میخندی گفت تمام عمر بهت میخندیدم مرتیکه که خیابان کاملا خلوت شده بود ریوهای ارتشی در مرکز میدان 25 شهری و سربازها را پیاده میکرد و صدای تیراندازی از این سران سر شهر به گوش میرسید ما از گوشه پیاده رو به طرف خانه عبدالناصر را افتادیم از جلوی سینما دیامون گذشتیم که کلی سوخته بود و دیگر چیزی از آن نمانده بود از جلوی کمپانی بی ام و گذشتیم که سوخته بود و ساختمانش به خیابان تعظیم کرده بود از جلوی امجدیه هم گذشتیم و پیچیدیم ناصر گفت امشب کار مالیده است در کارگاه بود و خیال میکرد هنوز توی کافه دیالوگ نشسته است چوبی به گیر بسته بود و می ارستار آمد بالای سرش گفت آفرین مجید ادامه بده هر وقتم خسته شدی میتونی نقاشی کنی از نقاشی خوشم نمی آمد از اینکه قلم را در قوطی رنگ بزنم و به مالم روی مقوا احساس آرامش نمیکردم. زرد روی آبی قرمز روی سبز کاری عبس بود قلابی بود به درد چیفتن میخورد که نوک زبانش را در بیاورد چشمهاش را خیره کند و از این سر مقوا به مالت برود آن سر توبیاس واگنر هم نجاری میکرد لباس کار میپوشید تکی چوب بر می داشت و ازش قایق میساخت عصا رخت آویز پایه مبل یا هر چیز دیگر صدای الله اکبر و تیراندازی و حیاهو، در پس دود فرو نشسته بود و حالا صدای خرخر اره و رنده و چوب ساب در سالن می پیچید. صدای سرسام آور هواکش ها، صدای تق و تق میخ کوبیدن ها. توماس متخصص میخ کوبیدن بود. یک مکعب چوبی می گذاشت روی میز و میخ های زبان بسته را فرو می کرد و می کوبید. بعد از چند دقیقه مکعب چوبی را تماما فلزی می کرد. دست یارش هم ناخدا اسموژنکو قاتل میخ بود مردی که یه در تمام دو ساعت کارگاه نسل هرچی میخ را بر می داشت و باز هم میخواست. اهل رومانی بود میگفت سالها ناخدای یک کشتی عظیم بوده که کشتیش در شبی طوفانی در اقیانوس کبیر غرق می شود اما او چون قدرت ماورایی دارد خودش را به آلمان میرساند و شغل ناخدایی را رها می کند. ازش میپرسند قدرت ماورایی را از کجا آورده ای؟ با مشت چنان میکوبد روی میز که پایهاش از چهار طرف وا می رود. از خودم. مگر تو کیستی؟ خدا. خدایی یا ناخدایی؟ من خدایی هستم که قبلا ناخدا بودم و فعلا بیکارم. کمی هم حوضای روحیم به هم ریخته. مدتی اینجا زندانیم. میگفتند سه خواهر دارد که در فاحش خانه آخن کار میکنند بیست و سه ساله بیست و ساله و بیست نه ساله هر سه برای او کار میکردند و هر چه در میآوردند باید تحویل او میدادند تا اینکه دچار بیماری اعصاب شده و خواهرهاش را به باد کدک میگرفته بهشان میگفته این شغل رو من برای شما درست کردم آوردمتون اینجا بهترین امکانات رو در اختیارتون گذاشتم اما شما هرزای کثیف به من نارو میزنید. آنها هم از او شکایت می کنند و پنج سال است که در این آسایشگاه زندگی می کند. می گفتند اگر کسی در خدایی شک کند کارش تمام است. همه باید بپذیرند که او تنها خدای زندانی است. یک بار کسی مسخرش کرد و چنان مشتی به سینهش فرود آمد که دندهاش خورد شد و دو ماه در بیمارستان خوابید. آخرش هم تنگی نفس گرفت و به بخش دیگری منتقل شد. اسموژنکو آدمی بود با دو متر قد شانه های پهن و کله کوچک تاس ابروهاش هم ریخته بود و آدم نمی توانست یک لحظه به چشم های نگاه کند با رگهای برآمده گردن و شقیقه ها و دهانی که از دو طرف صورتش شروع می شد و دندانهایی شبیه آرواره کوسه موجود وحشتناکی بود که فقط آدم ناکسی مثل توماس می توانست رامش کند. اینکه اسموژنکو قبول کرده بود در کارگاه نجاری دستیار توماس باشد برمیگشت به لوتیگری های خاص خودش که یک چشم از شیرین کاری توماس را خیلی پسندیده بود و البته مسئله ملیت هم بود توماس او را متقاعد کرده بود که هر چه باشد آلمانی است اینجا وطن اوست و بهتر است مهمان آدم نمک به حرامی نکند بهش گفته بود درست است که تو خدای جهانی هیکلت هم تک است با یک مشت می توانی این دیوار را بریزی اینها همه درست اما خدا هم باید یک جو معرفت داشته باشد اوکی اوکی و پذیرفته بود به همین راحتی و ما از کار این توماس ما در قهوه حیران بودیم که چجوری توانسته این غول بیشاخ و را رام کند و همه جا به عنوان پیامبر او حرف بزند واقعا که همه را انگشت به کون کرده بود یک روز همه ما در کاف دیالوگ نشسته بودیم و داشتیم راجع به برف حرف می زدیم همین آقای پرستار تازه در آسایشگاه الکسیانا مشغول به کار شده بود و هنوز ما به خلقیاتش آشنا نشده بودیم ناخدا اسم جنکو صداش کرد و همین جور که سیگار برگش را تا نصفه توی دهنش کرده بود گفت بیا ببینم پسر اهل کجایی؟ اهل قبرس هستم آقای ناخدا اسم جنکو. تازه اومدی اینجا؟ بله دو هفته است که اینجا کار میکنم. و زیر شروع کرد به خاراندن پاهاش با انگشت کوچک میخاراند. اسم من از کجا میدونی؟ من پرستار اینجا هستم و به تب پرونده همه شما رو خوندم. منم خدای تو هستم. میفهمی که؟ آره معلومه هیچ شکی هم نیست. البته منم میدونستم که تو پرونده ما رو خوندی. حتی میدونستم که همین حالا داشتی به چی فکر میکردی. لحظاتی خیره شد. داشتی به این فکر میکردی که سر گوشی آب بدی ببینی ما راجع به چی حرف می زنیم. درست نمیگم. پرستار سکوت کرد و سرش را به نشانه تایید تکان داد. اسموژنکو بلند شد و در کافه شروع کرد به قدم زدن. پرستار لندهور جلویش یک جوجه بود. و ما می که وقتی اسموژنکو از کنارش رد می شود او مجبور از زیر چشمی هوای خودش را داشته باشد. حتی لرزش آشکارای دست‌ها و پریدن زیر چشمهاش را می دیدیم روی نیمکتی نشسته بود و سعی می کرد خودش را خونسرد نشان دهد. البته کار خوبی نمی‌کردی که زاغ ما رو چوب می‌زدی. ولی مهم نیست. من از تو خوشم اومده آی پرستار. هم جوونی، هم هیکلمند، هم حرف گوش کن. میتونم روت حساب کنم به شرطی که به من نارو نزنی اوکی اوکی من میخوام خدای خودم رو به تو واگذار کنم البته یه باره نمیشه همه خدایی رو واگذار کرد خورده خورده اوکی در طول یک دوره چند ماهه همه رو تحویلت میدم حالا دلم میخواد شروع کنم البته ولی چرا این قدرت رو برای خودت نگه نمیداری؟ و معلوم بود که ترسیده است. اسموژنکو قدم میزد دست هاش را به هم میمالید از این سر میرفت به آن سر و با انگشت سبابش سعی می کرد بخشی از حرف های را تفهیم کند. آن وقت لب میز نشست و گفت برای اینکه میخوام مدتی خودم باشم. و ما همه ساکت بودیم. چیفتن پشت به ما رو به پنجره نشسته بود و از بالای شانش زل زده بود به اسموژنکو و گاه هور هور می کرد. اسموژنکو از جاش بلند شد وسط کافه ایستاد و گفت من خدای تو هستم پسر میفهمی؟ البته هیچ شکی هم نیست. ما دورانها حلقه زده بودیم و پرستار راه فراری نداشت. حالا خوب حالا جلوی خدا زانو بزن زد از نیمکت بلند شد و جلوی اسموژنکو زانو زد سرش را پایین انداخته بود و ساکت به پایه میزها نگاه می کرد اسموژنکو بهش نزدیک شد بالا سرش ایستاد شلوارش را در آورد شکمش را جلو داد گفت حالا بیا این را لیس بزن داری با من شوخی می کنی؟ حالا بیا اینو لیست بزن داری با من شوخی بیمزه ای میکنی آقای اسموژنکو او با کف دست یکی کوبید پس کله پرستار رو گفت من با کسی شوخی ندارم بزن نه گفتن آلمانی ها خیلی غلیظ است و پرستار قبرسی مثل آلمانی ها گفت نین ما میخندیدیم، خندیدیم کاف شلوغ شده بود و ما داشتیم از ته دل می خندیدیم و یک باره به رعشه افتاد گردنش با پرشهای تند به عقب برگشت دست شروع کرد به تکانهای عصبی دهنش کف کرد چشم هاش برگشت و نقش زمین شد اسموژنکو انگشت شستش را به توماس نشان داد و گفت من این شیرینکاری از تو دارم توماس در چشم به همزدنی برادران آلکسیانا به کافه دیالوگ ریختند و پرستار را بردند بیش از ده نفر بودند و همه ردای توسی بلند به تن داشتند بعد هم چهار پرستار درشتندام آمدند و اسموژنکو را بردند چند روزی ازش بیخبر بودیم. میگفتند روزی چهار تا از این آمپولهای بیهوشی کرگدن بهش میزنند تا سر به زیرش کنند. پرستار وسط کارگاه میچرخید خودش را میخاراند و میچرخید به هر میزی میرسید چیزی میگفت. به کار افراد نظری سرسری میانداخت و ساعتش نگاه میکرد. وقتی به میز مجید رسید پرسید چرا دست از کار کشیده ای؟ فکر می کنم حواسم پرت شد. گفت داری چی درست می کنی؟ شمدان پای بلند میخوام بزنمش گوشه اتاق شم بگذارم روش که اشکاش سر بخورد و همین جور بیاد پایین ببین اینجا را زیادی نساب نازک میشه و با یه فشار میشکنه بی خودی به یه جا گیر میدی هی میسابی باید همه جاشو نرم بسابی مجید دکمۀ کتش را جابجا جا بسته بود و یک طرفش کوتاه‌تر مانده بود با یقه کیس خورده پشت میز کار مکعب ده سانتی بلندی را بسته بود به گیره و میسابید حالا چه جوری بسابم پرستار همانطور که دست انداخته بود توی فاق شلوارش و میخاراند از دور گفت بساب خیلی وقت میبره شیفتن از میز روبرو گفت مجید قورباغه اهمیتی ندادم نمیخواستم مثل همیشه رنگ روی مقوا بمالم یا با تک چوبی ور بروم و شکلش را تغییر بدهم و بیاندازم و بروم نیروی کمکم میکرد که از این چوب بزرگ یک شمدان پای بلند بسازم که وقتی میگذارمش گوشه اتاق شمعی روی آن بسوزد با اشکهای سرخورده و یادگاری از مجید امانی که روزی روزگاری اینجا زندگی میکرد و حالا جاش خالی است. بازگشت به وطن حق انسانی انسان هاست. خودم انتخاب کردم و پای همه چیزش هم می ایستم. حواسم را پرت نکن بگذار شمدانم را بسازم. فقط به خاطر اینکه چیزی از من باقی مانده باشد. نگاه هم کن ببین دیگر چیزی از من باقی نمانده. اصلا می توانی بگویی چرا به این روز افتادیم؟ شاید همه چیز با انقلاب آغاز شد. اما هیچ کس نمی داند. انقلاب از کجا آغاز شد. این معمایی است که به عنوان یک راز برای ابد خواهد ماند. آیا آمریکا خواسته بود که قدرت ایران را در منطقه مهار کند؟ آیا انگلیسی ها خمینی را در آب نمک خوابنده بودند که مذهب را علیه خودش چماخ کنند و بعد از یک قرن تلاش روی قدرت مذهب عاقبت به خواسته خودشان جامعه عمل بپوشانند؟ آیا اپوزیسیون به قدرت رسیده بود و بالغ شده بود و یا مردم از ستم شاهی تاریخی به سطوح آمده بودند هیچ کس نمی داند. شاید هم رادیو بی بی سی داشت اثبات می کرد که اصر ارتباطات است آغاز اصر ماهواره و موج و خبر اصر تهییج و جریان سازی و داشت این مسئله را آزمایش می کرد که با یک رادیو از آن سر دنیا می شود مملکتی را زیر رو, رو کرد لطفعلی خنجی گوینده رادیو بی بی سی صدای قشنگی داشت رادیو و گرم آنقدر هیجان انگیز که مردم ایران را به شنیدن دو نوبت خبر داغ شامگاهی و شبانگاهی معتاد کرده بود در خانه ما که پدر علاقه مخصوصی به شاه داشت و حتی او را تا مرتبه بالای تقدس به اوج میرساند شبی بدون بی بی سی نمیخوابید اسیر رادیو شده بود و آن را با خودش به رخت خواب می برد و آنقدر بیمزهش کرده بود که مامان به رادیو حسودیش می شد. یک بار آن را از پنجره به حیات پرتاب کرد و پدر مجبور شد یکی دیگر بخرد. رادیویی که برای روزهای بعد از انقلاب خیلی به درد مامان می خورد. روزهای تنهایی که بچه هاش در به در شده بودند. روزهایی که چیزی جز خشخش و خرخر براش نمانده بود. باهاش حرف میزد قربان صدقهاش میرفت براش جلد پارچه ای می میدوخت. انگار بچه هاش همین حالا از سوراخ های رادیو میآیند بیرون پدر گفت ساکت باشید دارم اخبار گوش میکنم معتاد شده بود خرخر و خشخش را تحمل میکرد پارازیت ها, ها را با چرخاندن پیچ رادیو به بازی میگرفت و با سیم هایی که از سر آنتن به رادیو وصل کرده بود در زمان کوتاهی صدای صافش را در می آورد. جوری که انگار دارند از داخل ایران یا حتی از خانه بغلی خبر را پخش می کنند. اینجا لندن است. رادیو بی بی سی. پدر به شدت با انقلاب مخالف بود. از طرفی به خاطر جایگاه اجتماعیش که نمیدانست با وقوع انقلاب یا کودتا آیا آن را حفظ می کند یا خیر فرق داشت با کسانی که آه در بساط نداشتند و برایشان فرقی نمیکرد که این رژیم برود و رژیم دیگری بیاید. آنها دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتند چه بسا که در انقلاب صاحب چیزی می شدند که خیلی هاشان هم شدند. پدر نگران موقعیت خوب خودش بود، نگران کمپانی بزرگ بی اف گودریچ، اگر ماشین مملکت از کار میافتاد چطور می لاستیک بفروشد هر ماشین بی لاستیکی آهم پارهی ای بود که به لعنت خدا هم نمی لاستیک 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 آن هم بی اف قدریج. اصل آمریکایی مامان گفت آه حالم به هم خورد حرف دیگری ندارید بزنید پدر وقتی یک پاش را میانداخت روی پای دیگر ناچار بود که با دست ساق پاش را نگه دارد تا همه چیز از حرکت بازی استد گاهی هم وینستون طلایی بلندش را از جیب بیرون می آورد. با فندک مشکی دانهیل یکی روشن می کرد. به سیگارش پکهای های کوتاه می زد. بی آنکه دود را تو بدهد پف می کرد. و هنوز سیگار به نیمه نرسیده کمر شکن در جا سیگاری رها می کرد. می گفت شاه هم همین سیگار را می کشد و می گفت شاه هم دود را تو نمی دهد. همسن شاه بود. کمی چاقتر با بینی کوچکتر چشمهای دروشتر و صورتی گوشتالو که غبغبش هم ابهت داشت و هم حالتی از مهربانی گفت آنقدر مملکت آشفته است که هنوز نمیدانیم برای تبلیغات عید کار باید بکنیم تقویم چاپ کنیم چی بزنیم یا زیرسیگاری زیر سیگاری های خانه لاستیک کوچولویی بود با رینگ بلور سفید که وسطش پر از خاکستر و فیلتر سیگار میشد و مامان موقع شستن عذا می گرفت. آب میرفت لای لاستیک و خشک نمیشد. اگر هم میشد لکه های روی بلور می ماند. مامان می گفت صبح تا شب حرف لاستیک می زنی. شب تا صبحم لابد خوابشو می هدر پدر گفت امورات ما با همین لاستیک ناقابل میگذره بانو یادت نیست من از یه لاستیک فروشی کوچیک تو خیابون ری شروع کردم و اومدم بالا اون سالای دور پنچری هم میگرفتم یادت نیست مثل این شازده ها دنبال سیاست و چیزای علکی را نمیافتادم که کارگری کردم و شدم این یادت نیست دستام همیشه زخم و زیلی بود آنچه سالها به دست آورده بود در معرض خطر جدی قرار گرفته بود و داشت جلوی چشمهاش به باد فنا می رفت. کسی هم اهمیتی نمیداد. داد خانواده های بسیاری از دوستان پدر فرار کرده بودند. مملکت در آتش می و هیچ اهمیتی در میان نبود. راه می رفت و هوار می کشید. مامان سراسیم خودش را می با دست گشوده و چشمی که دور می گشت. نمیدانست به کی باید نگاه کند طرف چه کسی را بگیرد با چادری که بر شانش مانده بود با موهای انبوه سیاه که انگار توی هوا نقاشی شده بود و آن خال بالای ابروی راست بین پنج مرد شلوغ سرکش کل شق گیر افتاده بود باز چی شده؟ جلوی پسراتو بگیر یا نه یکی از خانه بیرون میرفت و در خانه با شدت بسته شد یکی میدوید توی پله ها یکی سوت میزد و پدر میغرید شیطون رو صدا نکن اولم کن خفم کردی باز چی شده به پدر بگو جلو دهنشو بگیره وگرنه هرچی ببینه از چشم خودش میبینه مردم به خیابان ها ریخته بودند سر در گمی و شورش همه جا را فرا گرفته بود سینماها سوخته بود بانک ها شیشه سالم نداشتند شبها حکومت نظامی بود کارخانه ها پس از اعتصاب پشت سر هم برای همیشه تعطیل می شدند. حتی کمپانی بی اف گودریچ هم که همه کارکنانش تعمیم بودند و حقوق خوبی می به خاطر اعتصاب سراسری تعطیل شده بود. پدر گفت نمی فهمم اعتصاب در کمپانی من؟ اسد گفت پدر خودت یک اعلامیه بده و بگو که به خواسته خودت اعتصاب شده. پدر گفت به خواسته خودم بعدا چجوری سرم رو جلوی حالا بلند کنم. اصد تحریش گذاشته بود و از مدتی پیش در کمیته محافظت از خمینی بود. گفت علا حضرت مرد پدر. پدر پاش را محکم به زمین کوبید. تا غلط کردی با سرای انقلابه اسد پیراهنش را از روی شلوار پس زد کلتش را بیرون کشید رو به طرف پدر گرفت و با صدای بسیار آرام گفت پدر درباره من اختیار تام داری اما راجب امام خمینی بار آخرت باشه خیلی ترسناک به نظر می رسید حالتی در چشمهاش بود که بوی نفرت میداد پدر سرش را زیر انداخت سیگاری برداشت و در آن پذیرایی بزرگ شروع کرد به قدم زدن اولین بار بود که کسی جلویش می آن هم پسر خودش که اگر پدر چشم باز می کرد، ادامه او را در تظاهرات خیابانی می یافت میلیون ها آدمی که به سطوح آمده بودند تهیید شده بودند و بی پناه در پناه یکدیگر به خیابان ریخته بودند زیر سایه ترس که هر لحظه ممکن بود ارتش خیابانها را با تانک ها و ریوهای پر از سرباز قرخ کند و باز هم مردم را به گلوله ببندد و هواپیماها از بالا چند نقطه شلوغ را بکوبند از زمین و هوا دمار از روزگار مردم در بیاورند که قدر عافیت را بدانند و سر جایشان بنشینند. پدر چند پک به سیگارش زد با چرخشی ملایم یک دست به کمرش زده بود که احساس ضعف نکند کنار میز وقتی سیگارش را خاموش میکرد نیم نگاهی به اسد انداخت که حالا کلت دستش نبود و مامان بهش چشم غره میرفت پدر راست شد سر تا پای اسد را ورانداز کرد و شمرده شمرده از در دوستی گفت فکر نمی کنم هیچ پدری مثل من بچه آزاد گذاشته باشه که هر جور می خوان فکر کنم تو رفته توی دم و دستگاه خمینی این مجید که کمونیست شده و کارگرهای من رو تحریک می کنه سعید جزو مجاهدینه ایرجم که بعد از چهار سال زندان و اون همه انتظار حالا که آزاد شده ما اصلا نمی بینیمش فقط میشنویم اعتصاب را میندازه مردم رو به خیابان میکشونه دانشگاه و شلوغ کرده ما نباید بپرسیم کجا را میخواید بگیرید اسد من یک عمر با آبرو زندگی کردم میخواستم همه املاک و داراییم و بین شماها تقسیم کنم و خودم بیام این گوشه به باخچم ور برم شما میخواید با مملکت چیکار کنید حتی با خودتون میتونید با هم دیگه کنار بیاید؟ اسد گفت بله پدر امام خمینی گفته است که همه احزاب با گرایش های مختلف میتونن تو انقلاب سهیم باشند. ما چه میدانستیم که بعدها همه به خون یکدیگر تشنه میشویم حتی به این حرف پدر هم توجه نکردیم که گفت فریدون سه پسر داشت اما شما شاهنامه رو درست نخوندید تا بدونید برادرات چه بر سر هم دیگه آوردن اسد می گفت که اینها افسانه سلطنتی است نباید ترسید اما ترس و وحشت مثل مرگ سایه انداخته بود شیرازی مملکت داشت می پاشید. رادیوها و روزنامه ها هر روز بر شدت این ترس و حیجان می افسودند و نمیشد فهمید که بالاخره اتفاقی می افتد یا نه گاهی به نظر می رسید که همه این هیاهو را یک روزه سرکوب می کنند و همه چیز آرام می گیرد و گاه وقتی صدای رگباری در دل شب می پیچید آدم را در یأسی فرو می برد که در خواب و بیداری فقط می شد توی رخت خواب نشست به اطراف نگاه کرد شیشه آب را سر کشید و آنقدر نوشید که چیزی در شیشه نماند آن وقت آدم به پوچی می رسید و احساس می کرد دستش خالی است. شمار کشتگان جمعه سیاه سر به سه هزار نفر می زد اما بختیار آخرین نخست وزیر شاه گفته بود که سی چهل نفر این مردم را عصبی تر می کرد. مادران شهدا به خمینی پیام همبستگی داده بودند و بختیار گفته بود نه با شاه سازش می کنم نه با خمینی. پدر گفت غلط میکنی شاه مملکت و دست تو سپرده حق نداری شاه و بکشی مامان گفت تو هم سر چه چی چیزایی بحث میکنی لابد میخوان اوضاع رو آروم کنه لیاقت نداره بلد نیست مدیریت کنه مدیریت یعنی مدیریت در بحران اینجوری که هر خری میتونه بره بالا و توی کله مردم بکوبه شاه سی سال حکومت کرده و خون از دماغ کسی نیومده البته نمیگم نیومده بله مثلا ایرج ما رو بیخودی انداختن زندان یا همین فوتبالیست رو حالا این بختیار اگر میخواد مملکت رو اداره کنه بکنه اما حق نداره از اعلی حضرت رو بکشه و وقتی میگفت اعلی حضرت انکاس صداش در اتاق پذیرایی لمبر میخورد چند نفر از افراد معروف بازداشت شده بودند امیر عباس هویدا نخست وزیر سابق حجیر یزدانی سرمایدار افسانه دو وزیر کابینه سلطنتی و خیلی های دیگر یکیشان دکتر شیخ الاسلام وزیر بهداری پزشک خانواده ما و از دوستان نزدیک پدر بود یک بار هم به خانه ما آمده بود همان شبی که پدر دو دست میز غذاخوری تازه خریده بود یکی هشت نفره یکی هم بیست و چهار نفره همه هم چوب گردوی اصل با پارچه مخمل لیلی و مجنون عکس پدرش را از تاخچه شومین برداشت که عکس شاه آنجا تک باشد در قاب خاتم اصل دوتا تابلوی اصل هم به دیوار بود درست موازی میز خزاخوری بزرگ یکی از تابلوها را فرح به پدر داده بود یکی را هم خودش خریده بود و هر دو با امضای رسام ارجنگی پدر میگفت نگاه کنید هنر یعنی این انگار یه نفر داره واقعا توی تابلو زندگی می کنه و پیرمردی در تابلو نقاشی داشت قالی رفو می کرد نیمی از شهر بوی سوختگی میداد در هر خیابانی ماشین یا اتوبوسی سوخته و چرخهاش هوا شده بود اما از طرف دیگر سربازان گارد نمیگذاشتند فروپاشی را باور کنیم تعادل قدرت ها هر لحظه به هم میریخ. خمینی ملاقات بختیار را نپذیرفته بود و گفته بود بختیار باید استعفا کند گفته بود کاری نکنید مردم را به جهاد دعوت کنم پدر سیگارش را کمر شکن له کرد و پوس خند زد زرشک تازه میخواد حکم جهاد بده دیگه چی میخواستی بکنی مردک؟ این پونزده شونزده سال کجا بودی ببینی؟ به چه زحمتی این مملکت ساخته شد؟ تمومش کن پدر بذار نظرشو بگه خوش دادن با نظر دادن فرق داره بحث سیاسیتون رو ببری یه اتاق دیگه مگه نمیبینی من دارم بی, بی سی گوش میکنم اخبار که تموم شده جام جهان نما گوش میکنم ایرج گفت ما هم بعدمون نمیاد گوش کنیم پدر گوش کنید پس چرا سر صدا میکنید و نمیذارید ما هم بفهمیم چه خبر شده لطفلی خنجی گفت امروز در تهران آیت الله خمینی دولتش را معرفی کرد من توی دهان این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم پدر گفت تو چه کاره ای که دولت تعیین میکنی مردک تو کی هستی اصلا چقدر وقی شدن اسد فریاد کشید درباره امام خمینی اینجوری صحبت نکن از کی دفاع میکنی؟ از کسی که بعد پونزده سال وقتی وارد وطنش میشد هیچ احساسی نداشت؟ هر لحظه خبر تازه ای میرسید دست دست روزنامه بود که به خانه میامد و جلوی پای پدر بر زمین ریخته میشد و پدر روزنامه ها را جلویش روی فرش پهن می کرد. اما همه گوش و حواسش به رادیو بود. نگاهی به روزنامه می انداخت. کمی هم خبر گوش می کرد و بعد نظر می داد. تیتر اصلی روزنامه از بختیار بود که در مصاحبه ای گفته بود هر کس اکثریت داشت حکومت می کند. پدر با عصبانیت داد زد اکثریت یعنی عوام کل انعام مگه هیتلر با اکثریت حکومت نمی کرد مگه استالین با اکثریت حکومت نمیکرد. مگه به حرف اکثریت و انگار در کمپانیش روی صندلی چرمی سیاه نشسته و دارد به مدیران قسمت ها امر و نه می یا انگار در خرخر و خشخش رادیو این اوست که دارد خبر میخواند و صداش در دنیا میپیچد. صدای تیر و تفنگ قطع نمیشد هر روز مطالب تازه از شاعران و نویسندگان در روزنامه ها به چاپ می رسید. خبرگزاری رویتر اعلام کرده بود که فرماندهان ارتش با نمایندگان خمینی تماس گرفتند. پدر مبهوت مانده بود. نمیدانست چه کند. نه امکان یافته بود که همراه خانواده سلطنتی و بعضی از سران مملکت فرار کند و نه جایی در دایره از راه رسیدگان داشت. تنها یک پسرش اسد جزو کمیته حفاظت از خمینی بود و به هیچ سراتی هم مستقیم نمیشد. صدای تیر و قطع نمیشد. هر روز مطالب تازه ای از شاعران و نویسندگان در روزنامه ها به چاپ می رسید. خبرگزاری رویتر اعلام کرده بود که فرماندهان ارتش با نمایندگان خمینی تماس گرفتند. پدر مبهوت مانده بود نمیدانست چه کند نه امکان یافته بود که همراه خانواده سلطنتی و بعضی از سران مملکت فرار کند و نه جایی در دایره از راه رسیدگان داشت تنها یک پسرش اسد جزو کمیته حفاظت از خمینی بود و به هیچ سراتی هم مستقیم نمیشد. واله و شیدای خمینی در خریتش فرو میرفت با آن بینی سرپایینی و ریش توپی مسخره اختیار اعلام کرده بود که خمینی اجازه تشکیل دولت نمی دهد. خمینی هم در جواب گفته بود تظاهرات خیابانی باید ادامه پیدا کند. هر حرف و خبری موجی از هیاهو داشت. چند وزارتخانه به تصرف مردم در آمده بود. عکس و گزارش از زندانیان سیاسی آزاد شده در روزنامه ها رژیم را بیشتر افشا می کرد. روزنامه کیهان و اطلاعات درباره مهندس ایرج امانی مطالبی نوشته بودند. و عکسش را بزرگ چاپ کرده بودند کیهان عکسی ازش چاپ کرده بود که در دانشگاه تهران داشت سخنرانی می کرد ولی عکس اطلاعات همانی بود که مامان انداخته بود می گفت ببین فریدون چه عکسی ازش انداختم پدر می گفت این ایرج مثلا می خواد جای شاه بگیره چرا که نه مگه ایرج من چی از شاه کم داره فره ایزدی پرویز قلیچ خانی هم با روزنامه ها مصاحبه کرده بود و گفته بود من به دام توتیه ساواک افتادم و از خلق کبیر ایران خواسته بود به خاطر مصاحبه تلویزیونیش در زمانی که زندانی بوده او را ببخشند. پرویز قلیچ خانی از دوستان ایرج بود و شاید یکی از محبوب ترین فوتبالیست های ایران بود که زندانی شدنش تأثیر زیادی بر مردم کوچه و بازار گذاشته بود. با آن بینی پهن کوتاه، صورت توپر و استخوان درشت فک جان میداد برای فاشیست ها که بگذارندش توی شیشه الکل برای حفظ نژاد برتر. انگار قلیچ خانی روبروی پدر نشسته و سرش را از خجالت زیر انداخته که پدر بگوید بله پسرم شاه اشتباه کرد. مثلا تو نمی باید دستگیر می شدی اما تو هم اشتباه کردی عیزم فوتبالیست خوبی مثل تو چه به سیاست بعد روزنامه ها را یک دور کامل ورق زد و برگشت سر جای اول به عکس قلیچ خانی نگاه کرد حالا برو به زندگیت سامونی بده اگه هم کاری داشتی به من زنگ بزن زیر لب گفتم مامان اتفاقی برای پدر افتاده مامان سرش را نزدیک گوشم آورد و گفت تو هم پنجاه سال را بگذرانی این اتفاق برات میفته وقتی به تظاهرات می رفتیم پدر می گفت بله مسلم است که پسرای من باید برن تظاهرات چرا؟ چون خمینی گفته است تظاهرات خیابونی باید ادامه پیدا کنه پسر خودش که نمیره و با عصبانیت یک وینستون طلایی روشن می کرد اصلا این مردی که اومده شر به پا کنه. وقتی صدای تیراندازی اوج می گرفت، پدر یکی از چراغها را خاموش می کرد و لحظاتی پشت ستونهای اتاق پذیرایی می ماند. ستونهایی که بر الگوی ستونهای تخت جمشید ساخته شده بود با سر ستونهایی از حله حیوانی که نه به شیر میمانست و نه به اسب جانوری بود که شاید هزاران سال بعد از ترکیب شیر و اسب به وجود می آمد با دخالت کوچکی از عقاب پدر پشت این ستونها احساس امنیت می کرد و قدرت اصلیش را باز می یافت و قدم می زد. مطمئن بود که تب تند زود به عرق می نشیند هیاهو فروکش می کند و مثل قیام قبل اده راهی گورستان می شوند و شاه باز قدرت بیشتری خواهد گرفت. مامان همیشه کنار مبل پدر روی زمین می نشست. زمین را بیشتر دوست داشت. روزنامه ها را بیان که بخواند ورق می زد و همه حواسش به پدر بود که چه می گوید، چه می کند، چه می خورد و چه تصمیم تازه دارد. و گاه انگشت شستش را می خوابان روی قالی که خورد ریزه های شیرینی یا نان را جمع کند. بعد به خانه می رفت. لابد برای سرکشی به غذا و باز میگشت سر جایش می نشست. وقتی خم می شد انبوه موی مشکی پرپیچ و تابش سر ریز می کرد. صورتش را میپوشاند ولی مامان از زیر موهایش همه چیز را میدید، دید. نیم رخ می استاد و از گوشه چشم ها نگاه میکرد. سرش را به اندازه بر می که بتواند نیم رخ نگاه کند. با انگشتری فیروزه گران قیمتی که انگار گنبدی آبی بر خاک آفتاب خورده هاشیه کویری برآمده باشد نیم رخ به پدر نگاه میکرد، شاه نازنین ما را بیرون کردند حالا دارن همه جا را به آتش میکشند. پدر روی مبل چوب گردوی براقی که پارچه هاش مخمل لیلی و مجنون بود پاهاش را روی هم می و با دست مچ پاش را نگه می داشت که بی جهت تکان تکان نخورد. آن کفش ورنی براق با سگک تلاییش حواس دیگران را پرت نکند صورتی گوشتالو داشت و موهایی که جعدش درست روی کاکلش می پیچید نیم دایره ای که بارها در هم تکرار می شد نیم دایره ای که اگر پای یکی از چکهاش می نشست چند میلیون را جابجا به جا می کرد هر وقت می خواست یک امضای نیم دایره بیاندازد پای چک لبخندی از چشمهای درشتش می ریخ. بر پهنه صورتش و بعد مثل یک قطره میافتاد روی چک پدر مدت طولانی خانه نشین شد شب و روز در آن اتاق بزرگ خودش را به چیزی سرگرم می کرد با هر تق و توقی گوشهاش تیز می شد و آنقدر در خانه ماند تا انقلاب شد اعلامیه ها را می رادیو بی بی سی گوش می داد و با دیدن هر آدمی بحث سیاسی را شروع می کرد روزنامه ها را آنقدر خوانده بود که دقیقا میدانست کدام خبر در کدام ستون چاپ شده. عکس گمشدگان شدگان را نگاه می کرد و نگران حال و روز بچه هاش بود. نمی توانست زنجیرشان کند و نه بیرون رفتنشان را تحمل می کرد. هر خبری را می خاند، یک چیزی می پراند. روزنامه ها عکسی چاپ کرده بودند که نظامیان در برابر خمینی سلام داده بودند. پدر معتقد بود که اینها همه ساختگی است گفت کدام افسری جرأت دارد خودش را به این روز بیاندازد بعد رو به اسد کرد ادعی سادلو مثل تو لباس نظامی پوشیدن رفتن جلوی خمینی برای خودشیرینی. شیرینی اسد گفت پدر من خودم اونجا بودم همهشان از افسرای رده بالای نیروی هوایی بودند پدر روزنامه ها را جلوی چشمش دور و نزدیک می کرد. همه روزنامه ها عکس رو انداختن. عکسی که از پشت سر گرفته شده. اگر راست میگن یه عکس از روبرو چاپ می کردن که بالاخره یک کدوم از این افسرا قابل شناسایی باشن. این چیزها همش ساختگیه. روزنامه ها دارن اقدهشون رو سر علا خالی می کنن. اما اگه شاه برگرده وای به حالشون. من گفتم ولی ماجرا به این سادگی ها نیست ما دستمان توی کار است در موازنه قدرت جایی برای سلطنت وجود ندارد پدر با هر دو دست پای راستش را گرفت که تکان تکان نخورد دعوای اصلی دعوای آمریکا و انگلیسه انگلستان چند بار بختشو آزمایش کرده بعد از ترور ناصرالدین شاه زمان مشروطه که آخوندا را کشید به سفارت مگه اون عکس و بارها نشانتان ندادم که یه لشکر بی انتهای آخوند در سفارت ایستادن آن صحنه های پلوخوری دیگاه پلو قیمه آن هم لابد قیمه امام حسین اسد گفت پدر ولی امام خمینی فرق دارد بیا بیرون این مردم رو ببین ببین برایش چه میکنن پدر گفت خوشی زده زیر دلشون نمیدونم با خودشون دارن چیکار کار میکنن سعید گفت شما فکر میکنید ایرج هم خوشی زده بود زیر دلش به خاطر یک تا چهار سال زندانی کشید مردم از اختناق به ستوه آمدن ریختن بیرون تازه آخونده های زمان مشروطه رو با آدم مثل پدر طالقانی یکی میدونید همه شون سر و کرباسن شما هم همه سر و کرباسی از ایرج بگیر تا تو نیم وجبی که واسه من مجاهد شدی اسد گفت برگردیم سر اصل مطلب باید یک اعلامیه بدیم و به انقلاب بپیوندیم نگذار زمان بگذره پشیمان میشی پدر تو هم تحریک شدی ایرجی نمیخواد قصه منو بخوری یک هفته هم طول نکشید که پدر اطلاعیه اعتصاب کمپانی بی اف گودریج را در تمام روزنامه های صبح و عصر چاپ کرد یک صفحه تمام و این شاید یکی از چشمگیرترین اطلاعیه‌هایی هایی بود که در طول روزهای انقلاب چاپ میشد کارگران، کارمندان و مدیریت کمپانی بی سهامی خاص با کمال خوشبختی ضمن اعلام همبستگی با انقلاب شکوهمند و راستین ملت ایران به رهبری زعیم عالی قدر حضرت امام خمینی انتخاب چهره محبوب مبارزان و مجاهدان و دانشگاهیان ایران آقای مهندس مهدی بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت به مردم شهید پرور و روحانیون محترم بخصوص خصوص عالیقدر عالی قدر حضرت آیت الله طالقانی تبریک و تهنیت ارز می نماید. حاج فریدون امانی ایرج آگهی را خواند و خندید گفت پدر چرتر از آنی بود که ما فکر می کردیم. آره سعی کردم هوای همتون رو داشته باشم. آبش کن پدر. آره پچی بیا بچه و به من نگاه کرد برو پنجاه تا از همه روزنامه ها بگیر اما اصلا دلش راضی نبود نمیدانست تکلیفش را با خودش چجوری روشن کند یا با ما سرگردان مانده بود گاهی تک جمله می گفت و بعض هم طول و عرض پذیرایی را گز می کرد به قول حد حض و حضرت ایران را که ایرانستان کردی خب بعد مامان گفت زیاد به خودت فشار نیار. پدر مشت گره کردش را کف دستش کوبید. آدم با شهر خودش با مملکت خودش اینجور میکنه. چیزی باقی نگذاشتم. من و امیر کمونیست و عبدالناصر تمام روز را در دانشگاه تهران بودیم. کلاس های درس تعطیل بود. هر طرف که سر میچرخاندی ادهی داشتند پوستر یا اعلامیه نصب میکردند گله به گله تظاهرات بود سالن ها شده بود مرکز سخنرانی ادهی تومارها را میآویختند ادهی شعار میدادند و چهره های سرشناس سخنرانی می کردن. مسعود رجوی، عبدالکریم لاهیجی، ابوالحسن بنی سطر، عباس میلانی، اسلام کازمیه، علی فتروس، موسا خیابانی، مهدی خانبابا تهرانی، غلام حسین ساهدی، ایرج امانی، علی کشتگر، فرخ نگهدار، قاسم آبدینی و خیلی های دیگر. از دانشگاه میرفتیم رفتیم چهار راه داس و چکش جمعیت از دم دانشگاه تهران تا ته خیابان امیرآباد ادامه داشت که اسمش شده بود خیابان کارگر. از آن طرف هم از جلوی ساختمان وزارت کشاورزی تا ته بلوار الیزابت سیل آدم بود که اسمش شده بود بلوار کشاورز قلب اجتماعات تا مدتی بعد از انقلاب در چهار راه داس و چکش بود بحث خبر جنجال فکر حمله و آتش افروزی از همانجا شعله ور میشد بنی صدر گفته بود بانک ها ثروت ملت را می مکند و روز بعد یازده بانک مسلحانه سرقت شد که نقشش را همانجا کشیده بودند یک طرف چار را پارک فرح بود که در روزهای انقلاب به پارک گل سرخی تغییر نام یافت. جلوی در پارک صدها چادر رنگی برپا شده بود که در چادرها کتابهای جلد سفید و پوستر چکوارا میفروختند. چای و بستنی و لوبیا و چیزهای دیگر هم بود. تندیس نیم تله لنین، ونوس، داوود، زعودی، آریا و ماتستونگ. قرینه پارک هم یک ساختمان نیمه کاره بود که ظاهر یک قهوه خانه بزرگ را داشت با انواع غذاهای سردستی چند تا هم آکواریوم در گذرگاه ها گذاشته بودند اما هر کس پاش به آنجا می رسید دیگر بر نمی گشت سر کار شده بود مرکز کارگران و کارمندان اعتصابی کارمندان بانک های سرقت شده جزئیات حمله و سرقت را تعریف می کردند و تأکید داشتند که چقدر به سارقین مسلح همراهی کرده اند. یکیشان که سبیل کلوفتی داشت و صورتش آبلگون بود، بالای بشکه بزرگی ایستاده بود و برای مردمی که دورش حلقه زده بودند می گفت من رئیس شعبه زراب خانم، خوشبختانه سه روز پیش به ما حمله شد، سه نفر بودند. یوزی دستشان بود، من بیان که حرکت مشکوکی بکنم، صندوق رو تحویلشون دادم. گفتم تیراندازی نکنید لطفا آخر من میترسم از صدای تیر می ترسم اما دمشان گرم موقع رفتن رگبار بستند به سر تا سر شیشه ها مردم براش دست زدند پورا کشیدند و از بشکه آوردندش پایین بعد هر کس دستی به بدنش میکشید تا این قهرمان را یک بار اقلن لمس کرده باشد امیر کمونیست هم دستی به شانش زد دمت گرم گیج و گول بودیم، بی هدف بودیم، از شکستن و آتش زدن کیف می کردیم و نمی چه می خواهیم. دود چشم ما را گرفته بود و هیچ وقت از خودمان نپرسیدیم چرا؟ شاید همه چیز با لاستیک بی اف آغاز شد. هر کس لاستیکی می یافت آتش می زد و یک گل از خیابان را روشن می کرد. دود زبانه می کشید اما ولع آتش زدن خاموش نمیشد. شد. به خاطر کمبود لاستیک زیر ماشین های کنار خیابان آجر گذاشته بودند. چرخ ها را با رینگ باز کرده بودند و آتش زده بودند. لاستیک های پر از باد همهش هیجان بود. صدای ترکیدن لاستیک نیروهای حکومت نظامی را سراسیمه می کرد. با چراغ های روشن وسط خیابان را می و دنبال هم قطار می شدند. مثل کاروان شطر می آمدند, می آمدند و وقتی از راه می رسیدند ما از تاریکی به ریوهاشان حمله ور تا آن را آتش بزنیم بعد دست دست سربازها از ریوها پایین می آمدند و به حالت تسلیم تو را تحویل میدادند من و ناصر کلاه کشی به سر کرده بودیم امیر کمونیست چفیه بسته بود و با ای از اعضای سازمان درست در مرکز چهارراه داس و چکش عبور و مرور ماشین ها را کنترل می کردیم چرا قوه می انداختیم توی ماشین ها بزن بغل یک نگاه دقیق برو به سلامت حکومت نظامی حل اصلاح شده تفنگ به دست مردم افتاده مواظب ساواکیا باشید من منتظر دستور سازمان بودم اما ایرج پیغام فرستاده بود که تند خودتان را برسانید به میدان فوزیه نیروی هوایی به کمک مردم آمده و دارن سنگر میسازند بروید کمک انور و بقیه رفقا یک فانت بار پیدا کردیم و پریدیم بالا برو فوزیه و من یک کلاشینکوف دستم افتاده بود که خیلی خوش دست بود شهر مثل روز شلوغ شده بود دیگر کسی گوشش به رادیوها و روزنامه ها به نبود حتی به خبرهایی که از دور و نزدیک میرسید، رسید سرمای خشک همراه ترس دندانها را به لرزه می و ارتش از درون فرو شکسته بود. لحظه ها عکس می شد و جای عکس قبلی را میگرفت. گرفت. گروه های امداد که زخمی ها را به بیمارستان میبردند، دیوارهایی که پر از اعلامیه درخواست خون بود. او منفی، به مثبت خون، 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 زنهایی که سینی به دست ساندویج تقسیم می کردن. زن جوانی که زخمهای مردان مسلح را می بست و ادهی زخمی سرپایی هم در نوبت نشسته بودند. پیر زنی نو که انگشتش را تیغ زده بود و گذاشته بود دم شیشه پپسیکولا و شیشه تا خون بود. داشت به طرف گروه امداد میرفت که تحویلشان بدهد. رنگش شده بود عین میت. جلوتر در سکنج دیوار کوچه تاریک یک جوان سوسول داشت پستانهای دختری را میمالید و آن دختر خودش را به گردن او آویخته بود به گروه پشت سرم که بیشترشان از بچه های سازمان بودند نشانشان دادم و داد زدم ایناهاش بزنید این ضد انقلابو ساعت هشت شب شنبه بیست و بهمن ایرج و ادهی ناشناس به انبار بزرگ لاستیک کمپانی بی اف گودریج در سرچشمه حمله بردند و با اینکه کلید داشتند قفل ها را بریدند و تمامی لاستیک های کاغذ پیچ شده را به خیابان ها ریختند چند وانتبار بار لاستیک را به مراکز مهم شهر حمل کردند و تا ساعت ده شب انبار درندشت لاستیک بی اف ریج تخلیه شد شهر در آتش میسوخت انگار از دهنه چاه ها آتش از دل زمین بود که زبانه میکشید و دود همراه بخار دهن آدمها به آسمان می رفت شیشه های مشتعل کوکتل مولوتوف از هر سو تانک ها را محاصره کرده بود سرنشینانش به حالت تسلیم بیرون می آمدن و خون می پاشید به بدنه تانک ایرج توی آن شلوغی مرا پیدا کرد شایع شده که حجیری از پیدا کردن و کشتن یکیتون باید بره خونه و مراقب پدر باشه هرج و مرجه هر آن ممکنه بریزن توی خونه و پدر رو اعدام انقلابی کنن. اینا رو ول کنیم؟ نگران نباش برو. بابا چی برم؟ و اصلا دلم نمیخواست اما قرعه فال آن شب به نام من افتاده بود و کاری هم نمیشد کرد. وقتی به خانه رسیدم ساعت دوازده بود. انسی در را باز کرد و گفت اگه بدونی پدر چه حالی داره؟ خبرو شنیده؟ گفت، آره تلفنی بهش خبر دادن، موهاتو شونه کن، دستی به سرم کشیدم، کسی به خونه حمله نکرد؟ نه هنوز، از پله ها بالا دویدم و گفتم سلام، پدر وسط اتاق پذیرایی منتظر بود، اصلا جواب سلام مرا نداد و بی مقدمه خوابان بیخ گوشم، صدای کشیده در مغزم پیچید و سرم دوران برداشت حالا کارتون به جایی کشیده که انبار کمپانی بی اف گودریش دستپورت میزنید؟ گفتم پدر من اصلا اونجا نبودم. حالت کردی مرتی که دوز. کشیدم یعنی چی؟ و میخواستم از اتاق بزنم بیرون که مامان سراسیم خودش را رسان و مرا سفت توی بغلش گرفت. به چه حقی دست رو بچه من بلند می کنی؟ بچه منم هست ولی تو حق نداری اونو بزنی میدونی چند میلیون خسارت خوردم به مجید چه ربطی داره به همهشان ربط داره ایرج اسد سعید مجید چه میدونم و من بغض کرده بودم به یک بهانه فقط میخواستم بزنم بیرون و مامان حتما میدانست روی یک مبل مرا نشاند و جلوی پدر ایستاد تموم تهرون داره توی آتیش میسوزه تو توقع داری انبار بی اف گودریج مسخرت دست نخورده باقی بمونه داوود گفت وقتی اسد تلفنی خبر رو داد گفت امام خبر رو شنیده و خیلی خوشحال شده گفت باید فورا از پدر تشکر کنه پدر پایش را محکم به زمین کوبید غلط کرده مرتی که انگلیسی بی پدر ماده. انسی گفت از الله من گفتم توهین نکن پدر مامان منتظر فرصت مناسبی بود تا پدر را با یک تشر سر جایش بنشاند اما غبغب پدر تکانهای عجیبی میخورد دستهاش آشکارا میلرزید آدم در همه شکسته ای بود که اموالش را جلوی چشمهاش به آتش کشیده بودند تا نابودش کنند فریاد میکشید میلرزید پوش میداد و آرام نمیگرفت من شکایت میکنم پدر همشونو در میارم از پلیس بین الملل میخوام بیان اثر انگشتا رو پیدا کنم به خدا قسم اگر بچه های خودم در این دستپورت همکاری داشته باشن میدم یکی یکی دارشون بزنم مامان جیغ کشید بشین سر جات فریدون نمیخوام تمومش کن نمیکنم پس برو بیرون و با دستهاش در خروجی را نشان داد. چقدر با شکوه بود مامان ما منتظر نتیجه نهایی و پایان 2500 سال دیکتاتوری ستمشاهی بودیم و مامان ابهتی یافته بود که در عمرم چیزی به عظمتش ندیدم. تمام انقلاب در صورت چشم و دست مامان شکفته میشد. پدر مچاله و در هم شکسته در صندلیاش فرو میرفت پای راستش را روی پای چپ انداخته بود و با دست آن را گرفته بود که تکان تکان نخورد و چشمهای درشتش دو دو میزد نمیدانست چه کند انسی براش چای برد اما پدر با لگد زد زیر سینی فنجان چای روی هوا پر زد و جلوی پنجره تمام قدی رو به خورد شد مامان گفت تو به این دختر زاوام رحم نمیکنی اگه نمیبینی دختر هنوز چلش نشده چرا وحشی شدی و تا انسی برود خاک بیاورد که خورد شیشه ها را جمع کند شوهرش داوود از جا بلند شد جلوی پدر روی زمین دو زانو نشست دست های پدر را در دست هاش گرفت شما نباید خودتون سر این چیزای کوچیک ناراحت کنید حاج پدر گفت به این کار میگی چیز کوچیک تمام زندگی من سوخت دستهاش را از هم گشود دیگه چی دارم و همینطور که نشسته بود خم شد و در فرصتی که سالها دنبالش گشته بود تا در جمع دلش را خالی کند با صدای بلند گریه را سر داد داوود نیمخیز شد سر پدر را روی شانههای خود گرفت و بغلش کرد حالا هر دو روی زانو نشسته بودند و پدر با دست های آویخته توی بغل داوود چنان از ته دل گریه می کرد که شانه هاش تکان تکان می مامان نگران شده بود. دوید یک لیوان گلاب و قند براش درست کرد. سکته نکنه یه وقت. و همین جور که راه می آمد و لیوان را به هم میزد گفت. جون که نیست براش قصه بخوری. مال دنیا مثل چرک کف دست میاد و میره. و لیوان را به طرف پدر گرفت بیا بیا کوفت کن و چنان قشنگ و با مهر گفت بیا کوفت کن و خندید که به در حقی زد زیر خنده درست در لحظه ای که لیوان را از دست مامان می گرفت و درست موقعی که چشم توی چشمش می انداخ. آن شب داوود نرفته بود تظاهرات مانده بود که مثلا هوای انسی را داشته باشد و ما میدانستیم که اسد از او خواسته به خاطر پدر بماند من پا شدم که بروم و مامان دوید جلوی راهم کجا مامان گفتم دلم شور میزند بروم ببینم ایرج و بقیه کجا رفتن گفت یکی تان اقلا اینجا باشه هر بلایی که داره سر ما میاد اقلا یکی تان اینجا باشید داوود گفت من امشب به خاطر پدر ماندم مامان دستهاش را به هم مالید. یه وقت نریزن توی خونه بلایی به سرش بیارن. داوود گفت من از اینجا تکون نمیخورم. گفتم پس من پدر روی مبل نشسته بود و لیوانش را سر میکشید. مجید. بله پدر. بمو. چشم پدر. مامان جلوی پنجره ایستاد. بچه هم. پدر گفت رادیو رادیو را که روشن کرد صدای رگدار و خفه ای گفت اینجا تهران است صدای راستین ملت ایران صدای انقلاب توجه فرمایید توجه فرمایید همکنون آخرین پیام حضرت امام خمینی رهبر جنبش ایران به سمت قدر. خمینی گفت بسم الله الرحمن الرحیم ملت مسلمان و قهرمان ایران در این لحظه حساس پدر گفت خافش بابا و رادیو را بست مامان گفت با بگذار حرفشو بزنه پدر گفت لازم نکرده بعد تلفن زنگ زد داوود گوشی را برداشت و مثل همیشه که هیچ چیز نمیشد فهمید که با کی حرف میزند راجع به چی و فقط میگوید عجب اتاق در سکوت عجبهای داوود یخ زد و شکست انگار اتفاقی نیفتاده است یا افتاده است و جهان دارد برعکس میچرخد کند و برعکس بعد از هزار سال که گوشی را گذاشت با دو انگشت به چشمهاش فشار آورد و با آرامشی دقیق از صندلی کنار تلفن بلند شد آمد روی مبل نزدیک پدر نشست نگاهی به ما انداخت و رو به پدر گفت اسد بود از بیت امام زنگ میزد نیروی هوایی و مردم پادگان گارد جاویدان را فتح کردند جنگ در کلانتری شش میدان سریا ادامه دارد کلانتری نیاوران سقوط کرده تمام گروه های سیاسی مسلح شدند یا خیابونا سنگر ساختند بعد هم دو انبار بزرگ لاستیک به طور کامل بله دیگه پدر گفت یکیش بی گودریجه یکیش هم میشلن و مثل فرعون از جا بلند شد کنار پنجره مشرف به شهر ایستاد و بی آنکه از تیرهای در تاریکی به ترسد پنجره را گشود به بالکن رفت و به تماشا ایستاد آن لحظه عکس شد و عکس در روزنامه های ایران به چاپ رسید. عکس حلقه های آتش که انگار از دل زمین برمیآمد، عکس دود غلیزی که از همه جای شهر در تلعلو نور شعله ها و چراغ ها بالا می خزید. عکس فریاد های جگرخراشی که از اعماق شهر به آسمان می عکس خونی که روی آسفالت کشیده بود. عکس گریه، تکتیرها، رگبارها، مسلسلها، غژغژ غج تانک ها خرخر و خشخش رادیوها و الله و اکبر شهر می سوخت و بالا می رفت. نه تنها شهر در حلقه های لاستیک دود نمی شد. این هستی بود که می سوخت.